کتاب. شما الان چی دین دارید؟ آتیست هستید یا کدام دین دیگه قبول کردید؟ نه من از وقتی اسلام ترک کردم نگفته نمانه، من تصمیم در ترک اسلام نداشتیم. عزیز من به یک نتیجه برسیم، حرف ما را قطع نکن بودا کامل بگو، حرف ما را قطع نکن بودا کامل بگو. عزیز من اجازه میدم، خواهش میکنم. نه حالا اینجا خواهش میکنم عزیز من، کاسه دختر از آش نشید. همون نه قطع نمیکنم، قطع نمیکنم، دلتون جمع باشه. سوال پرسیدم، شما مسلمان بودید حالا دین رو ترک کردید، مسیحی شدید یا فعلا مثلا یا دین دیگری دارید یا آتیست شدید کلا؟ خیلی خب، من الان کامل به شما به توضیح میدم. نه می فقط یک کلمه بگید، حالا آتیست هستید یا اینکه مسیحی یا کدام دین دیگری دارید؟ ببین میخوای اگر صحبت کنی با یک کلام نمیشه، وگرنه ما قطع میکنم مونم بیاد. خاطر که در مورد ترجمه ها ما میخوایم به نتیجه برسیم، در مورد ترجمه ها میخوایم به نتیجه برسیم. گفتم مسیحی هستید، یهودی هستید، کدام دین دیگری دارید یا آتیست هستید؟ ما فعلا هیچ دینی ندارم، آتیست هستم. حالا پس بگذارید توضیح بدم. ببینید عزیز من، وقتی که من گفتم قرآن کریم چند ترجمه داره، یعنی هر استادی هر عالمی آمده ترجمه ای کرده. این ترجمه ها با هم اختلاف نداره، اگر شما اهل مطالعه می بودین حرف رو نمی زدید. یعنی ترجمه ها با هم دیگر اختلاف نداره، ولی هر استادی آمده با سبک خودش آن را یعنی شما کرده. الان اون حرف اولی که گفتی و حرف اول رو پس میگیری؟ نه جان من حرفم رو نگرفتم، شما اجازه بدید حرف بزنم. من وقتی از شما پرسیدم کدام ترجمه، تا اینکه بفهمم شما راست میگید، یعنی ترجمه انصاری داریم، ترجمه خرمدل داریم، ترجمه طباطبایی داریم، ترجمه های مختلفه. هر استادی هر عالمی هر کسی که زبانشناس عربی بوده به زبان فارسی قرآن کریم را خدمتی کرده، در جامعه خود ترجمه کرده، خصوصا در گذشته. هر کس در هر منطقه‌ای که بوده این گونه نبوده که قرآن کریم مثلا ترجمه فارسی در میان مردم اینقدر منتشر باشه یا در اینترنت منتشر باشه. هر کس در جایی که بوده زحمتی کشیده قرآن کریم را ترجمه فارسی کرده بدون اینکه اختلافی در میان آنها وجود داشته باشه. حالا من عزیزم سوال من رو جواب بدید. پس وقتی که اختلافی وجود نداره، پس وقتی اختلافی وجود نداره بین ترجمه ها، پس مهم نیست ما چی ترجمه ای را خواندم. نه من میخوام بفهمم که شما واقعا راست میگید، چون من از چهره ایتان و از حرفتان یک چیز دیگری برداشت میکنم. کدام ترجمه را مطالعه کردید عزیزم؟ ببین یک ما کدام ترجمه را مطالعه کردم مهم نیست. خیلی مهمه، من میخوام بفهمم شما راست میگید. یک آدم از ساده ببین هست. خب دنبال چی هستی؟ دنبال اینم دنبال چی هستی؟ صداقت و دروغگوییتان را ثابت کنم. شما صادقید یا دروغگو؟ خب ما دروغگویم یا که چه صادقم ها؟ بگید برای من صداقت از خودت باید یاد بگیری، از اون فیلمایی که با شفیع عیار راجبش صحبت میکردی. عزیز من جواب من رو بدید، شفیع عیار رو ول کن، اینجا من و تو هستیم. گفتم کدام ترجمه رو مطالعه کردی؟ تو خود ترجمه رو کار داری یا که اسم کسی ترجمه بوده؟ کسی که مترجم بوده، کسی که مترجم بوده. خیلی خوب، ما الان او قرآنی رو که من ترجمه شو خواندم در دسترسم نیست که ما برای تو برم ببینم که مترجمش کی بوده. من اصلا در مترجمش دقت نکردم که کی بوده. من متن ترجمه شو رو خواندم، نه دنبال نویسنده اش. خیلی خوب، هیچ مشکلی نداره. خیلی از این مسئله میگذره. حالا خیلی خوب، تب کن الان من چیز از خود سوال میکنم. برای تو مهمه قرآن مهمه یا آورنده قرآن مهمه؟ آقا رضا حرف من رو گوش کنید. نه تب کن من همین سوال ما رو جواب بده. برای تو قرآن مهمه یا آورنده قرآن مهمه؟ اگر این محمد به جای محمد اسمش مثلا یه چیز دیگه بود. آقا رضا باور کن اگر 100 شاخه بپری من حرفم رها نمیکنم. حرف اینه که شما در کامنت ادعا کردید با تحقیق از دین برگشتید، درسته؟ حالا ببینید یکی از دلایلی که باعث بازگشت و ترک دین شما شده چیه؟ رسیدی سر اصل مطلب. این اصل حرفی که من میخواستم بگم نمیداشته بگم دلاتر. خب الان خیال دارید میگم به چه دلیل ما اسلام ترک کردیم؟ نمیگذاشتم، حالا خودم سوال کردم چیگونه نمیگذاشتم. خیلی خوب، من الان برای جواب میدم و به بقیه هم میگم که برن مطالعه کنن و به نتیجه میرسن که اسلام ترک کنن. یکی را بگید، دلیل ترک دین شما چیست؟ خیلی خوب، با عنوان مثال یک مسئله را بگید. شما چی دیدید از اسلام؟ من قبلا
ما قبلا مسلمان بودم، مسلمان شیعه بودم. خب از نظر تو مسلمان شیعه و از نظر تو مسلمان اهل سنت وقتی که از دین خارج میشه کافر حساب میشه یا نمیشه؟ به ما جواب بده. سوال من داد جواب دی. سوال من داد جواب. میگم سوالتون هم جواب نه. سوالتون هم جواب. این مباحث بعدی. چرا؟ سب بدمگم. بدمگم. خب ما مسلمان شیعه بودم. مطالعه کردم از شیخای اهل شیعه و بعدش رفتم سراغ شیخای اهل سنت و دیدم تقریبا حرفا یک چیز هست ولی ضد و نقیض هست، با هم دیگه فرق داره، اختلاف داره، اختلاف داره خیلی. و به این نقطه ای که باعث شد ما اسلام را ترک کنم ای بود، مگه همین محمد پیامبر اسلام پسر خونده به نام زید داشت یا نداشت؟ در اوایل اسلام بود، بعدا این منع شد. نه خیلی خوب. ما از چند تا عالم دین دیدم که شنیدم گفتن یه تایید کردن که محمد زن بچه من فرزند خونده خوب زید ده. خب یعنی اول مرا برش خواستگاری، یعنی در واقع به توصیه همون خداوند، همون خداوندی که شما ادعا دارین نامش الله هست، مرا خواستگاری برای از او زن میگیره. حالا من یادم رفته دقیقا کی بود و نبود، ولی قوم خیشاش دختر عمش بود و کی بود زیاد مهم نیست، مهم نتیجه مطلب. خب زینب بنت جحش دختر عمه رسول. وقتی که او را میگیره بعد چند مدت اینا از هم جدا میشن. چیزی که محمد، کاری که محمد انجام میده در توصیه همون اللهی که شما قبول دارینش، مره برای زید او زن میگیره. بعد چند مدت اینا از هم جدا میشن. وقتی جدا میشن محمد در توصیه همون اللهی که شما قبولش دارین، یعنی حکم طلاق اینا جاری میشه. بعد خود محمد بعد زن زید هم میگیره به عقد خودش در میاره. درسته این مطلب تا اینجا نه یا شما قبولش نداری؟ صحیح. مشکل در کجا؟ خیلی خوب. الان ما او خدایی که نمیفهمه حالیش نیسته که ای دو تا زن و مرد با همدیگه جور در نمیاد، با همدیگه مشکل دارن، زیر یک صف که میرن اخلاقاشون جور در نمیاد، با همدیگه دچار اختلاف میشن، او خدایی که همچی علمی نداره، همچی به قول معروف قدرتی نداره، نشان میده خدا خدای ساختگیه. و بعد از این و بعد از این جریان ما رفتم سراغ بقیه دین ها، رفتم سراغ مسیحیت. ما صحبتم تمام شد، بعد شما صحبت کن. خب تو رای خودت را میگیری میری نمیستی، من خب میفهمم، یا اینترنتت به اصطلاح خود قطع میشه. دقیقه دو دقیقه دیگه ما صحبت میکنم، ولی بعد شما صحبت کن. عزیز من این بحثی که به ادیان دیگه رفت یک بحث جدایه، اجازه بده من این دو پاسخ بدم. نه اصلا بحث جداگانه نیست، بعد دنباله استامه، دنباله استامه. اجازه بده که این دو پاسخ بدم. بعد که هنوز استامه ترک نکردم، بعد رفتم مسیحیت مطالعه کردم. به غیر مسیحیت ما حتی بهابیت هم مطالعه کردم، بهاییت هم همچنین مطالعه کردم، بهاءالله که الان ادعای خدایی میکنن و بعد اینا، هم بهاییت مسیحیت اینا را مطالعه کردم، اسلام هم مطالعه کردم بیشتره، ولی دیدم همه خداها ساختگی هست. خیلی خوب، پس اجازه بدی که من شروع کنم، درسته؟ بگو. حرف که نمیزنی وسط حرفم، اجازه بدید حرفم تمام بشه. ما مثل شما نیستیم که بیان وسط حرف بزنم. مشخص میشه. بله. اولا در مورد این موضوع که میگی که خدا آیا نمیدانست، باز بعدن دانست ای چی رقمه، ای چی موضوعیه. ببین عزیز من، یک پیشزمینه باید در ذهنت باشه، به خاطر اینکه در زمان جاهلیت، یعنی قبل از اینکه اسلام بیایه، پسرخواندگی یکی از قوانین این جامعه بود، از قوانین این جامعه بود. این مسئله که اتفاق افتاد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم خودشان خواستگاری کردند دختر عمه ایشان را به زید ابن حارثه، و بعد از آن وقتی که زید ابن حارثه و زینب بنت جحش در میانشان اختلافی به وجود آمد، از همدیگر جدا شدند. اختلافشان معروفه، از همدیگر جدا شدند.
بعد از اینکه از همدیگر جدا شدن به دستور الله متعال به خاطر شکستن این فرهنگ غلط و به خاطر از بین رفتن فرهنگ پسرخواندگی، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم با دختر عمای خود ازدواج میکنن تا اینکه مردم بدانند که پسرخوانده مثل پسر واقعی انسان نیست و این فرهنگ از بین بره. حالا فهمیدید حکمت چی بود در این قضیه؟ حکمت این بود که این فرهنگ غلط پسرخواندگی از میان بشریت و از میان مسلمان ها برداشته بشه، چون یک فرهنگ بیجای بود. خیلی خب، فرهنگ پسرخواندگی از نظر شما، یعنی از نظر اسلام، یک فرهنگ بدیه. این رو بگذارون طرف، فهمیدی مسئله را چی بود؟ خداوند از اول میفهمید، از آخرم میفهمید، فقط به خاطر حکمت این قضیه و فلسفه این موضوع الله متعال چون این دستوری به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میده. یعنی او خدایی که شما قبولش داری فرهنگ فقط با این کارش میخواسته فرهنگ پسرخواندگی رو از بین ببره؟ بدون شک یکی از دلایل محکم و یکی از فلسفه ها و حکمت های حالا برای ما دلیل بیار فرهنگ پسرخواندگی چه اشکالی داره؟ اشکالش اینه که تو به تقدیر الله، به تقدیری که الله متعال به تو داده راضی نیستی. یعنی الله متعال این گونه مقدر کرده که تو فرزند نداشته باشی، واسه تو میری فرزند مردم را میگیری به نام خود میکنی. خب برای تو نامحرم محسوب میشه، برای زنت، برای زنت نامحرم محسوب میشه، برای دخترایت نامحرم محسوب میشه. الان این چیز که تو میگی برداشت ذهنی خودت؟ نه عزیز من، برداشت ذهنی من بهت ثابت میکنم فرهنگ پسرخواندگی، فرهنگ دخترخواندگی از لحاظ عقل، از لحاظ خرد هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ الان به مثال میزنم. چند مدت پیش خودت خبر داری که داخل کابل زنایی که داشتن بچه دنا می آوردن حامله را کشتن. بچه های اونا بی مادر شد. الان اگه یک نفر بیاد همون بچه هایی که بی مادر شده الان بگیره مسئولیت اونا رو بگیره بر عهده بگیره بزرگ کنه، از نظر تو، از نظر خدای تو او اشکال داره کامده این فرهنگ نابود کرده؟ حرف رو نمی فهمی، حرف رو نفهمیدی آقا رضا. نه چرا دیگه تو به من یک سره میگه حرف نمی فهمی، حرف نمی فهمی. تو خودت برد عقلت بکار بنداز، فکر کن اگه یک نفر بیاد مسئولیت بچه ها رو بگردن دیگه بزرگ کنه، کجا این اشکال داره؟ و یک احمق دیگر ما داخل فیسبوک دیده بودم، یک خانومی که همون روزی که بچه ها رو شیر میداد آمده و نشته بود کدوم مادگاه. دوستان عزیز من صدا این را بستم چون حرف رو نمیشنوه. خود سوال رو کردی جانم، بگذار من سوال رو جواب بدم، باز برو به یک چیز دیگری. خب میپری این طرف و آن طرف. وقتی من برایت گفتم من حرفای تو رو کامل شنیدم که تو چی میگی در مورد پسرخواندگی، خب اجازه بده جواب بدم. میپری وسط حرفم، اصلا اجازه نمیدی برای من که حرف بزن. آره میان روی این مبحث، روی مبحث ادیان هم میریم. صدایت رو کسی نمیشنوه، آرام باش، با دقت خوب بشنو، به خاطر اینکه من میخوام به هر حال خوب شیرفهم بشه. ببین عزیز من، فرهنگ وقتی که ما میگیم پسرخواندگی، شما اصلا معنای پسرخواندگی رو نفهمیدی. به خاطر این موضوع گفتم نفهمیدی. این که یک کسی مسئولیت یک بچه ای را میگیره، حتی من در برنامه‌های گذشته برخی از دوستان سوال کردن، این مبحث رو توضیح دادم. این که یک کسی مسئولیت یک بچه ای را میگیره مثل انفجار و قتل عامی که قتل فرزندان و اطفال و زنان حامله ای که در کابل صورت گرفت، خب این که رفت دیگه. حالا حرفای من را از کجا بشنوه؟ این که رفت، خب بیا بشی به جای خود که من حرفا رو بزنم. اصلا من تو به جای خود را گرفتی رفتی دیگه، باز بعدن میگی والله چیه و چنان. میشنوی جانم حرفای من رو؟ یک اشاره بکن میشنوی. خب بسیار خوب دیگه، بعد نخیز عزیز من، چون این خلاف ادبه. دو نفر با هم دیگر حرف میزنن، من دارم حرف میزنم، شما رای خودت رو میگیری و میری. بسیار خوب، بسیار خوب، بشنو. ببین جانم، وقتی که ما میگیم اما این قضیه، اگر مسئولیت گرفتن، مسئولیت بزرگ کردن یک طفل را کسی به دوش میگیره بدون اینکه بگه فرزند من، بدون اینکه بگه پسر منه، بدون اینکه بگه دختر واقعی منه، اشکال شرعی نداره. میتونه که یک فرزندی را، یک دختر را، یک پسری را تحت مسئولیت خود بگیره و اونها را بزرگ کنه. اما قضیه پسرخواندگی کاملا جدای عزیز من. این مسئله را کمی متوجه باش.
وقتی که نفر میگه پسر من، یعنی از اون میراث میبره. وقتی میگه پسر من، یعنی این که باید به دخترش، به همسرش، به تمام فامیلش محرم محسوب بشه. از این باب جایز نیست پسر خواندگی، یعنی عین فرزند انسان باشه. و به خاطر همین الله متعال در سوره احزاب همون آیاتی که خودت اشاره کردی قبل آن می الله میگه و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، الله متعال فرزند خواندگان شما را فرزندان واقعی شما قرار نداده، یعنی فرزند واقعی شما نیست. این فرهنگ غلط در میان عرب ها بود که وقتی کسی فرزند خواندگی کسی را می خواند مثل فرزند واقعیش می شد، یعنی عین فرزند واقعی خود با او برخورد می کرد. اما یکی یک کسی را زیر چتر خود بگیره، حالا او را بزرگ کنه، مسئولیتش را به دوش بگیره، اشکالی در این قضیه نیست. کسی میتونه این کار را بکنه، کار بسیار خوبی هم هست. حالا آقا رضا اگر حرفی داری جانم روی همین موضوع حرف بزن. و ناگفته نمونه، ما چند بار دیدم داخل پوست. آره درم درم بزن. حرف را بزن، اون که داخل پوستا را بگذار کنار، خواهش میکنم حرف را بزن. فهمیدی موضوع را؟ چی میخوای بشنوی؟ چی دوست داری بشنوی؟ برای چی بگم خوب؟ آه بسیار خوب. پس میرین حالا روی ادیان. شما ادعا کردید که قطع نکن. قطع نکن. عزیز من گوش کن. حالا میریم روی بحث ادیان. شما ادعا کردی که من مسیحیت را مطالعه کردم، بهائیت را مطالعه کردم، وهابیت را، در حالی که این یک دروغ دیگر شماست. وهابیت یک دین نیست. یک جریان. نه وهابیت مسیحیت. عزیز من باز بعد بهائیت گفتی. خیلی خوب، اشکال نداره. اشکال نداره. خیلی خوب، بسیار خوب. میشه بگید کتاب بهائیت به این نکته نه بسیار ما رو دروغگو بکشی آچه بکش. کتاب مقدس. ببین بین بهائیت و بهائیت خوب. عزیز من بهائیت کتاب مقدسشون چیه اسمش؟ چی؟ کتاب مقدس بهائیان اسمش چیه؟ کتاب مقدس بهائیان وقتی اول به ما بگو تو میخوای بری یک چیز رو تحقیق کنی چی مد نظرت؟ نه چی مد نظرت؟ به ما این بگو چی مد نظرت؟ میخوای چی برداشت کنی؟ گوش کن عزیز من، وقتی من میخواهم وارد یک دین بشم و دینی را مطالعه کنم، اولین قدمم اینه که کتاب مقدسشان را مطالعه میکنم تا فکرشان را بفهمم. چون فکر یک کس، فکر یک مثلا کسی که تدین به یک دین داره، میبایست که کتاب مقدسش باشه. مثلا من مسلمان قرآنه، درسته؟ یک مسیحی کتاب مقدسشانه، مثلا همون عهد قدیم و عهد جدیده برای یک مسیحی. برای یک یهودی عهد قدیمه یا حداقل اسفار پنجگانه تورات. برای بهایی کدام کتابه؟ کتاب مقدسشان چیه؟ شما تحقیق کردید به اصطلاح خودتان؟ برای تو اسم کتاب مهمه یا نتیجه مهمه؟ عزیز من شما اول وقتی که بهاییت را تحقیق کردید به کجا مراجعه کردید؟ آخه یک کتاب مقدس داره. کتاب مقدس یک دقیقه صبر میکنیم با بیت چیزی که بهاییت مطالعه کردیم برای بیارم. صبر کنید دقیقه الان همون چیزی که مطلبی که آوردیم جونو تصویر میرم برات نشون میدم. صبر کنید عزیز من. آقای بهاییت این تحقیق کرده. شما رو به خدا این تحقیقه. این تحقیق عجیب والله. این تحقیقه. تحقیق تو نام کتاب رو نفهمی بعد بگی من یک دین رو تحقیق کردم. حالا من یک ساعت استاد بشم تا اجازه بدید که آقای وردک رو بیارم بالا یادم باشم اونجا. آقای وردک سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. علیکم السلام استاد، تشکر از برنامه خوبتان و احترامات خودم برادرم تقدیم میکنم. خب ای برادر ما چند مسئله را گفت که من رفتم ای دینا مطالعه کردم ای دین رفته یا مذهب رفته یک دانه مجله فکر کرده که شاید یک 5 صفحه و 10 صفحه باشه. رفتم خالد یاب خوشم نامد. خیر به هر صورت استاد راجع به پسر و پسر خواندگی بهتر است که در مسئله شیر خوردن هم بر از اینا یک توضیح بتین. کسی که شیر مادر رو بخوره که با نکاح نمیشه و چیزا رو شاید این مسئله رو نفهمه، به خاطر که
در اسلام بر رشته شیر و بر رشته خون ارزش های زیادتر داده. و استاد مثلا این کار که مثلا چی شده من شده امی بچه خواندگی به این بسیار مردم ها از این از ای کارا سوی استفاده می شدن. دیگه خودت استادی مسئله را بسیار خوب بیان کردی و این برادر من پیشتر در صحبتهای خود وهابی هم گفت و پسان پس منکر شد که ما وهابی را نگفتیم. امید یعنی برادر ما که وهابی را برای ما تشریح کنن. خیلی را اون را بیرش کنید، را بگذارید که نفر بیای حالا رفت ببینید که تا از چی مطالعه کرده بهاییت اشکال نداره، حالا بره اصلا تحقیق کنه یک ساعت بره، من اجازه میدم به تو قطعش نمی کنم باشه تا این که بیره. بله یک چیز بگویم برادرم خودت هم حق ایراد 100% داری، اما به خاطر که ما برای پیغمبر خود، برای قرآن خود، برای برادر مسلمان خود، برای تمام ادیان دیگه هم احترام داریم، از پیشان خواهش میکنم کمی عفت کلام در نظر بگیره و به احترام بحث کنه. تشکر استاد. بله تشکر از شما، سلامت باشید، جزاکم الله خیر. آقای بهادر برادر عزیزم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله استاد گرامی، تشکر از این که ما را فرصت میدین به بزرگواریتان. فکر کنم برادر معلوماتش بسیار معلومات کم و سطحی است و در عین حال دنبال حقیقت فکر نکنم که اینا باشن، فقط مشخصه دیگه، مشخصه میبینین کج بسی میکنن، حوصله ندارن. یکی آقای بهادر عزیز، یکی از ترفندهایی که این مردم دارن به خاطر که حق را نپذیره، مثلا یک شبهه‌ای که مطرح میکنه شما شبهش رو پاسخ بدید بی جواب میمونه، لا جواب میمونه، بعد چی میگه؟ صد تا شبهه دیگه من در ذهن دارم، فکر نکن که تنها اینه، این رقمه، یعنی نمیخواد که قبول بکنه. اگر شما برایشان اجازه بدید، چون من الحمدلله ترفند اینها رو میدونم، چون مدت زیاده در رسانه ها و اینها کار کردم، اینها رو میفهمم ترفند های اینها رو، اگر اجازه داده بشه باور کنید تا صبح صحبت کنید تا صبح برایتون شبهه میاره. بله تک تک باید پیش برین تا که مشخص بشه. من به خاطر این گهگاهی بعضی از دوستان از من شکایت میکنن تو چرا اجازه نمیدی حرف بزنه؟ من اجازه میدم نفر بیاد این موضوع حرف بزنه، ولی که این بران بربره خب طبیعتا اجازه داده نمیشه دارایش. ما تعقیب میکنیم به حوصله مندی شما استاد، حوصله مندی شما قابل قدر است و این برادر باید مطالعه داشته باشه، در عین وقت حوصله گفت و شنوده داشته باشم. و در یک موضوع دیگر هم میخواستم یادآور کنم، بیادبی نکنن مثلا به مقدسات. شاید که این برادر پس یک روز دوباره به اسلام برگرده ولی پسان پشیمان خواد شد و در عین وقت بیادب محروم گردد از فضل رب. یک موضوع دیگر استاد میگه زبانت ز عقلت حکایت میکند، بیانت ز فضلت روایت میکند، گر تو را نیست فضل و عقل و ادب، ز گفتار بیهوده بربند لب. دیگه بی ادب محروم گردد از فضل رب. تشکر استاد. خیلی تشکر از شما، سلامت باشید. آقای صدیقی عزیز اگر اجازه بدید که آقا رضا ببینیم که در مورد بهاییت کتاب مقدس بهاییان. آقا رضا 5 دقیقه نبودید، بفرمایید کتاب اقدس، ببخشید کتاب مقدس بهاییان چیه؟ خیلی خوب، الان ما تمام کاغذها و چیزهای مطالبی که ما از بهاییت گرفته بودم همه رو دور انداختم، الان رفتم هیچ پیدا نکردم، مثلا هیچ چیزی پیدا نکردم. خیلی خوب، این که شما در مورد بهاییت چیزی فعلا پیشتان ندارید. ببینید آقا رضا، ببینید من نگفته نمانه، من توسط یک بهایی، توسط یک بهایی، یک شخص بهایی به دین بهایی دعوت شدم و بیشتر صحبت ها رو ما از خود شخصی که بهایی بود میشنیدم و سایتی هم دارن به نام bahaiallah.org. ما از سایتش و از شخص بهایی و مطالبی که به ما تحویل میداد ما دین بهاییت تحقیق کردم. پس من برای تان یک توصیه میکنم آقا رضا، ببینید وقتی که هر دین را، هر فکری را، هر اندیشه را میخواید تحقیق کنید، اولین قدم اینه که به کتاب معتمد و مقدسشان مراجعه بشه. این نادرسته که شما برید در سایت ها از نظر تو یک شخص مسلمان از نظر تو بفرمایید. حالا
یک شخص عادی هم مثلا در گوگل بنویسه بهائیت، ویکی‌پدیا برایش ویکی‌پدیا برایش هزاران مطلب برایش میاره، مثلا گوگل برایش میاره. ولی این تحقیق نیست عزیز من، این تحقیق نیست، این تحقیق گوگلیه. تحقیق واقعی اینه که شما به اصل کتب یک دین مراجعه بکنید. درست شد؟ خیلی حالا اجازه بدید آقا رضا، آقا رضا من به عنوان یک هدیه برایتان میدم، اگر کسی این رو سوال کرد بگید که کتاب مقدس بهائیان کتاب اقدسه، اسمش هست اقدس و این نوشته بهاءالله. درست شد؟ حالا بیاید در مبحث فلسفیه. صبر کنید، صبر کنید. شما چون بفرمایید ما وقتی دیگه با ما صحبت کنم. چشم. حالا شما ادعا کردید که مسیحیت را هم تحقیق کردید. درسته؟ میشه بگید که عهد قدیم و عهد جدید چند صفر داره؟ اسفار عهد قدیم و عهد جدید چند تاست؟ خیلی خوب. الان برمیگردیم روی چیز بهایی که شما از ما سوال گفتید که نام کتابش یا ایه. بهائیت را ول کنید. بهائیت رفت و نه 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 کاغذتان گم شده آقای رضا. چیزی که میگی باید من جوابت باید بدم. چیزی که میگی باید من جوابت باید بدم. وای وای وای. حالا شما شخصا به ما جواب بده، مسلمان هستی یا نیستی؟ خود شخص شما عزیز من خواهش میکنم، مسلمان هستی یا نیستی؟ من مسلمانم بدون شک، افتخار میکنم. هر شما دوست کنید تو که مسلمان هستی، تو که مسلمان هستی جانم من من صحبت کنم. نگاه من گوش کردم گذاشتم تو صحبت کنی، پس گوش کن. آقا رضا صدایتان را میبندم، خواهش میکنم سوالم را پاسخ بدید. بحث بهائیت کاغذهایتان گم شده، منم قبول کردم و برایتان یک تحفه هم دادم که کتابشان نامش چیه. خلاص تمام شد، بحث رفت دنبال کارش. حالا شما از من سوال میپرسید، من سوال رو پیشا پیش مطرح کردم، گفتم که کتاب مقدس مسیحیان عهد قدیم و عهد جدید دارای چند صفر، خواهش میکنم که این را پاسخ. صدا ما باز کردی دوباره؟ صدایتان بازه، بفرمایید چند صفر داره اسفاری که در کتاب مقدسه، عهد قدیم و عهد جدید؟ چون شما مطالعه کردید، عهد تحقیق هستی دیگه. من این سوال تو را الان جواب نمیدم، تو سوال اولی که جواب ندم میر جواب بدی. همین لحظه جواب اگه میخوای قطعم کنی قطع کن، ولی باز سوال اولی دو باید اول جواب بدی. آقا رضا، آقا رضا اختیار با خودت، ببینید شما صدا قطع کنی میخوای اصلا لایف ببند. آقا رضا تو سوال اولی که من جواب ندم، سوال دومی رو جواب. آقا رضا شهامت داشته باشید، مثل که در بحث بهائیت گفتید. شهامت دارم، شهامت دارم. آفرین، شهامت دارم. من شما را میستایم آقا رضا، در بحث بهائیت گفتید که کاغذها را گم کردم. خلاص بله، وقتی که بحث مسیحیت چند صفر داره، خواهش میکنم اصلا صفر چیه دوست عزیزم؟ آقا رضا اصلا صفر چیه؟ اصلا شما میدونید ما که یک آتیست هستم، برای چی میام دلافی تو شرکت میکنم؟ میخوای این را بدونی؟ آقا رضا، آقا رضا چون من تک تک از حرفایی که گفتید میخوای به نتیجه برسی یا که میخوای فقط صدا ما قطع کنی و ایتون تون دیگه؟ آقا رضا، آقا رضا من میخواهم به نتیجه برسم. آقا رضا میگم چون ادب دارم، مثل شما نیستم که اینقدر تاخت و تاس. خیلی خوب شده. چی بگم؟ رضا بگم برای آقا رضا؟ نه 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 قطع کن، این نشانه بزرگواری توی که میگی آقا رضا. خب من تا حالا چیز بدی به شما نگفتم. به هر حال بینندگان خودشان قضاوت کنن، اما حرف اینجاست آقا رضای عزیز. صفر خیر، حالا معنای صفر بگذاریم این طرف. این را بگید به من که کتاب مقدس، چون شما ادعا کردید که بعد از اسلام اینها را مطالعه کردید. بله جلوتر ما از شما خواهش میکنم، جلوتر ما از شما سوال کردم گفتی مسلمانی، گفتی آره درسته؟ من از شما جلوتر این را پرسیدم، سوال من مقدم از سوال شما بود. من از شما جلوتر این را پرسیدم، بعد شما به خاطر عجیبه دوستان خودشان هم اینجا حضور دارن. نه نه اول ببین، منظور من سرتکان دادن چیزی نیست که سوالتون مقدم بود و نبود. مال ما اول من سوالاتتان رو تماما همه جواب میدم. صدایتان رو بستم آقا رضا، سوالاتتان تماما پاسخ میدم. درسته؟ خواهش میکنم این رو برید تحقیق کنید، در اینترنت یک سرچ کنید تا اینکه آقای صدیقی رو من بیارم بالا. آقای صدیقی سلام علیکم و رحمت الله، صدایتان رو باز کنید آقای صدیقی. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات به همه دوستان عزیز، استاد فاتی و شما و دوست گرامی من آقا رضا. استاد محترم، هر کسی که میخواد یک دین یک راهی را بره، اول او راه را جستجو میکنه.
از چند نفر از کتاب های مختلف اینا رو جستجو میکنم میپرسم. مثلا من میرم یک شهر میرم، ما دو شهر بلد نیستم، من از مردم سوال میکنم که ای مردم امیر راه کجا رفته، اون مردم مرا به اون راه هدایت میکنن. و دین مقدس اسلام، دین هایی که مثلا ادیان دیگه هم همونطور است، و هر کسی که به یک راه میره، اگر دین اسلام است، اگر مسیحیت است، اگر نصرانیت است، هر کسی هستن، اینا برای خودشان کتاب دارن و به روش طریقه همو کتاب پیش میره. مثلا من مسلمان هستیم الحمدلله استاد فاطمی، همه تو مسلمان است برادر عزیز، ما اسلام تحقیق کردیم، قرآن تحقیق کردیم، کتابا را خواندیم، به خاطر همین راه را گرفتیم، راه اهدنا الصراط المستقیم. و ما که ما شما میخواهیم که برادر عزیز میخواهی که در هر مذهبی که در هر دینی که باشه، دینی که فقط ان الدین عند الله الاسلام، دین به نزد الله فقط اسلام هست، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، و کسی دیگری که هر کسی که میخواد غیر از اسلام دین دیگری را اختیار بکند، او قبول شده، او قبول شدنی نیست برای پروردگار الله عز و جل. و ایران ببرتان میگم برادر عزیز، بسیار تحقیق بکنین در هر دینی که میخوای بری، دین اسلام میخوای بی، اول قرآن عظیم شان تحقیق بکن، برو بخوان از استادای محترم ما هستن، همیشه لایف میامن، اینا برای شما میاین، کسایی که نمیفهمن، کسایی که نمیدانن، اینا برای شما میاین که از راه گمراهی شما را به راه نور بیارن. کسایی هستن استاد محترم که مردم ما را از نور به گمراهی میکشن. تشکر از شما آقای صدیقی عزیز، تشکر از شما. میکنم استاد محترم، زنده باشید. زنده باشید، تشکر از شما. آقا رضای عزیز، میبینید چقدر دوستان زیاد پشت خطن، خواهش میکنم هر کدام از این دوستان حرفی برای گفتن دارن. اگر موضوع اصلی اسفار کتاب مقدس را به خدمت برای من میگید بسیار خوب، اگر نمیگید خواهش میکنم که لایف را ترک کنید. الان اگر ما شروع کنم در صحبت کردن بین حرفام نمیایی؟ فقط اسفار کتاب مقدس را بگید. نه گفتم، به ما گفتی تو بهایت چجوری تحقیق کردی، تا این سال ما جواب ندم، سال بعدی جواب نمیدم. بسیار بفرد، یک دقیقه صحبت کنید که من بعد اگر سوال من را پاسخ ندید شما را قطع میکنم. شما گفتی مسلمانی، گفتی ما سوال کردیم مسلمانی، گفتی آره. شمایی که مسلمان هستی اگه بخوای یک نفر به دین اسلام ارشاد کنی چی براش یاد میدی؟ اول از طریق قرآن شروع میکنم. قوانین اسلامی و دستورایی که همون الله اسلام و محمد پیامبر اسلام گفته بهش یاد میدی، درسته؟ گفتم که اون هم از منظر قرآن رو برایش یاد میدم. پس این شد جواب ما برای بهاییت. وقتی ما بهاییت داشتم مطالعه میکردم، تحقیق میکردم، از یک شخص بهایی بود که خود شخص بهایی بود، دیدگاه بهاییت میامد برای ما توضیح میداد. نه این تحقیق جوابت گرفتی حالا؟ نه این تحقیق نمیگن به این، اگه تحقیق نیست پس یک، پس توی که ادعای اسلام داری، ادعای مولا بودن داری، پس تو هم نمیتونی کسی برای اسلام دعوت کنی، پس تو هم عقاید اسلامی درست نیستش. چرا درسته؟ دعوت میکنم و برایش میگم برو قرآن رو تحقیق کن، خودت مطالعه کن، از ببین اینقدر اینطور نباش که حتی کتاب مقدس مسلمان ها رو نفهمی. اینطور نیست که عزیز من، این تحقیق نه. نیست یعنی الان چیزی که تو یاد داری پس کامل نیستش، پس اسلام تو اسلام ناقص طبق حرفای خودت. نه عزیز من، چرا حرفو گفتی؟ چی گفتم؟ از حرفات همین نتیجه میشه گرفت که تو یک شخصی هستی که از اسلام چیزی زیاد نمیدونی. مرا میگی مراجعه کن به قرآن، تو اگه یک کسی بخواد به اسلام دعوت کنی از دیدگاه قرآن براش میگی یا نه؟ آقای رضا این انصاف من رو نشان میده، میگم که مقلد من نباش. وقتی ما بهاییت هم داشتم مطالعه میکردم، آقا رضا توسط یک شخص بهایی بود و مطالبی که از بهاییت به اون میداد، آقا رضا و همچنین سایت بهاییت. خواهش میکنم به خاطر این که شما این را نمیدانید ماسمالی های دیگه نکنید، درسته؟ نه این ماسمالی نیست، این نتیجه گیری است. نتیجه گیری است؟ نه نتیجه گیری نیست آقا رضا، گوش کنید. البته یه چیزی طبیعی که توی مسلمان به من حاکی است توافق نمی کنی، یه چیزی طبیعی است.
این مسئله نیست که تو الان حرف ما رو قبول نمیکنی، یه چیز طبیعی است. آقا رضای عزیز ببینید، وقتی انسان باید میکنه باید سوال الان بهت بگم که ما چرا به لایف تو الان میگم شرکت کردم، دلیل اینه میخوای بدانی. آقا رضا یک لحظه، حالا اینکه شرکت کردید نکردید اون بحث جدا، گوش کنید. ببینید وقتی انسان نه دلیل میارم برای ما چرا بدم شرکت کردم، عزیز من گوش کن دیگه، باید صغرا و کبرا انسان از نظر منطقی درست باشه تا نتیجهش درست در بیه. شما ابتداعا نتیجه تان نادرست، اصلا صغرا و کبرا تان نادرست، نتیجه تان هم نادرست در میه. حالا هر طرفش آخر ازا ببینید، وقتی من یک موضوع از دیدگاه چند نفر چند نتیجه میتونه داشته باشه، یک همه وای آخر ازا گوش کن دیگه جانم، وقتی که من مسلمان کسی را دعوت میکنم به سوی اسلام، میگم مقلد من نباش، مقلد کورکورانه نباش، این راه درسته، خودت برو به قرآن مراجعه بکن، خودت برو به اسلام مراجعه بکن، ببین و بعد تحقیق کن، مسلمان تحقیقی باشه. این عیبی نیست که من بگم من اسلام رو نمیدانم، نه من اسلام رو میدانم، ولی به کسی که میخواد مسلمان بشه این از انصاف منه، از قوت دین منه، از منطق دین منه که برایش نمیگم مقلد من باش، خواسته و نخواسته حرف من رو بپذیر، نه برایش میگم برو جانم برو مطالعه بکن. این حرف انشاءالله حل شده باشه آقای رضا. حالا خواهش میکنم اسفار کتاب مقدس رو بگید این سوال رو جواب بدید. همون اول کاری که ما دین بهاییت رو داشتم تحقیق میکردم، با صحبتهای بهاییت و چیزهایی که با ما میگفت ما به نتیجه رسیدیم که بهاییت هم مثل اسلام دارای خرافات هم. نه این اشتباهه دیگه، این اشتباهه. شما حرف یک نفر رو شنیدید بدونی که به کتاب مقدس جان، یعنی بهاییت داخلش خرافات نیستش؟ شکی نیه که هست، ولی حرف من اینه که شما میبایست کتاب مقدسشان رو در اسلام ما به این نتیجه رسیدیم که شکی نیست، پر از خرافاته. خدا قسم نه از اسلام چیزی نمیدانید جان من، خواهش میکنم، نه از اسلام نه از مسیحیت، من حرف من همینه، خواهش میکنم جان من سوال من رو پاسخ بدید برای آخرین بار، یک دقیقه برایتان وقت میدم، برای آخرین بار سوالم رو مطرح میکنم. اسفار کتاب مقدس، عهد قدیم و عهد جدید چند تاست؟ فقط بگید چند تاست، خواهش میکنم. باز اومدی سر حرف قبلی که کتاب بهاییت نامش چیست؟ و اگر بگم مثلا عهد قدیم با عهد جدید، آقا رضا بهاییت گذشت، بحثش تمام شد. من از مسیحیت دارم حرف میزنم، کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان، را کتاب مقدس مسیحیان که شما ادعا کردی تحقیق کردید چند صفر داره، خواهش میکنم بگید. شما به اعداد ارقام نگاه میکنی یا به نتیجه که برداشت میکنی نگاه میکنی؟ کدومش برات مهمه؟ ببینید از زمان گاهی اوقات اعداد و ارقام، گاهی اوقات اعداد و ارقام باعث میشه که نتیجه انسان درست در بیه، یعنی انسان مطالعه کرده باشه، شخصی که مطالعه کرده باشه اعداد و ارقام رو هم میفهمه، کسی که مطالعه نکرده باشه هوایی یک چیزی گفته باشه، خب اونجا دیگه صداقت و عدم صداقتش مشخص میشه. بفرمایید خلاصه کلام بگم ما دنبال صفر و اعداد نبودم، ما دنبال نتیجه بودم. بسیار خوب. میشه بگید که مثلا همین نتیجه‌ای، خواهش میکنم یک نتیجه کوتاه از صفر پیدایش، اولین کتابی که در عهد قدیمه، نتیجهش رو بگید پیرامون چی بحث میکنه؟ صفر پیدایش پیرامون چی صحبت میکنه؟ یا صفر تکوین، دو نام داره، تکوین یا پیدایش، در مورد چی بحث میکنه؟ ببین برای تو اینا مهمه یا نتیجه مهمه؟ جان من نتیجه برای من مهمه، حالا شما باید شالوده موضوع رو بفهمید تا به نتیجه برسید. شالوده بحث صفر پیدایش چیه؟ درباره چی بحث میکنه؟ با همین ترفنده شما یک عمری مردم فریب دادیم. خب لا حول ولا قوت الا بالله. آقا رضا به خدا قسم این که انسان بگه که نمیفهمم خیلی مردانگیه، ولی این که انسان اصرار کنه بر نفهمی خود این بسیار بده. آقا رضا خواهش میکنم بگید نمیدانم، خیلی راحت بگید مطالعه نکردم، این رو هم از یک مسیحی شنیدم و دیدم که خرافات در گفتار یک عالم مسیحی یا کشیش مسیحیه، بعدن خلاصه این رو تحقیق نمیگم، این رو میگن شنیدن، انسان یک چیزی میشنوه و بعد به این تحقیق نمیگم. سلام علیکم استاد محترم، خوب هستین؟ ساعت من یک لحظه خواهش میکنم.
آقا رضا بفرمایید. گفتم برای تو نتیجه مهمه یا اعداد ارقام؟ بعد نگفتنمون مهم. آقا رضا اعداد و ارقام رفت، من حالا نمیگم چند صفر داره، بگذارید اون را بگذارید دور، خلاص رفتم برای کارش. همین نتیجه ای که شما از صفر پیدایش گرفتید، شالوده ی بحث صفر پیدایش چیه؟ مهم ایه که ما خرافات اسلام گذاشتم کنار، این مهم. لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله. آقا رضا از حضورتان معذرت میخوام، تشکر از شما. بگذارید که بینندگان عزیز خودشان قضاوت کنند. تشکر از شما.